سبد معاش خانواده های کارگری باز هم در شهریور ماه افزایش پیدا کرده به مبلغ 489 هزار تومان و به این ترتیب این سبد از مرز 8 میلیون تومان برای کارگران عبور کرده. وضعیت بسیار بده برای کارگرها. معلوم نیست چگونه میتوانند این 8 میلیون تومان رو با حقوق های 2 میلیون تومان و 3 میلیون تومان و زیر 2 میلیون یا بالای 2 میلیون پول بکنن این فاصله رو. اما غیر از این مسائل کارگران مسائل دیگه هم دارن. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که شب گذشته تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه که قصد دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس را داشتند در بیامیانه را در بین را بازداشت شدند. البته این خبرگزاری گفته است که ظاهرا بازداشت شدند. آمار بیکاری هم منتشر شده و به عدد 10.5% با توجه به همه لطافت هایی که در گزارش آمار داده میشه باز هم قابل توجه است که بالای 10% ما نرخ بیکاریمون برای کارگران هست. نرخ بیکاریمون به طور عمومی هست، چه کارگر و چه غیر کارگر. و غیر از این مسئله حباب مسکن برای شهر تهران اگرچه قیمتش اندکی کاهش پیدا کرده بوده اما در شهرهای اطراف تهران حدود 10 تا 20% قیمت ها پایین اومده. اما گزارش ها که از این است، یعنی دفاتر املاک معاملات املاک گفتن که با توجه به این کاهش واکنش متقاضیان کاملا خونسا بوده، کاملا بی تفاوت بوده، یعنی نسبت به این کاهش هم توان خرید ندارند. و در مورد مسکن هم آقای مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم امروز گفته است که 2 ماه دیگر می توان در خصوص وضعیت بازار مسکن اظهار نظر کرد. چرا؟ که ثبات سیاسی قطعا ثبات اقتصادی در پی خواهد داشت. و اما تا زمانی که ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی نیومده بازار طلا همچنان مورد توجه است. امروز دیجی گولد نرخ طلا را در بازارهای جهانی و بازارهای داخلی اینگونه گزارش کرده. دیجی گولد گفته است که هر اونس طلا در بازارهای جهانی امروز 1499 دلار خرید و فروش می شده و هر مثقال طلا در بازار تهران 1,765,400 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 407,600 تومان و هر گرم طلای 24 عیار 543,530 تومان. یک سکه هم امروز اندکی بالاتر از 4 میلیون تومان بوده، به گزارش دیجی گولد 4,007,000 تومان خرید و فروش می شده و آخرین قیمت یک دیجی گولد 18 عیار هم 4,076 تومان گزارش شده و هر دیجی گولد 24 عیار هم 5,435 تومان. و اما مسئله دستگیری خانم یولیا یوزیک خبرنگار روسی موجب شده که سخنگوی دولت هم وارد ماجرا بشه. آقای علی ربیعی ایشون هم امروز در مورد این خبرنگار اظهار نظر کردن و گفتن که این خانم پیرامون ویزا مشکل داشتن و ربطی به جاسوسی نداشته. با توجه به اینکه سخنگوی وزارت خارجه هم یکی دو روز پیش خبر از آزادی خانم خبرنگار روسی داده بود، احتمال داده میشه که امروز فردای خانم خبرنگار آزاد بشه و دیگر وسیله جاسوسی به ایشون نچسبه. اما در منطقه امروز خبرگزاری‌های داخلی عکس منتشر کردند که کردهای سوری در شهر رسول عین دور یک خودروی زرهی آمریکایی
به طرز شادمانه جمع شده بودند. این عکس می تواند برای تحلیلگران مسائل منطقه‌ای معنادار باشه و در تحلیل های آنها مورد استفاده قرار بگیره. غیر از این یوری ایون دانشمند هسته‌ای و یکی از پایه‌گذاران نیروگاه هسته‌ای دیمونا، بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اسرائیل، در گفتگو با هارتز اظهاراتی کرده و نسبت به امنیت دیمونا ابراز نگرانی کرده. ایشون گفته که پس از اتفاقی که برای آرامکو افتاده، این امنیت نیروگاه هسته‌ای دیمونا رو موجب نگرانی هست. ایشون با کلمات قدرت فوق‌العاده نظامی ایران و گروه‌های نیابتی نزدیک به تهران سعی کرده خطر جمهوری اسلامی رو افزایش بده و مسئله افزایش بودجه نظامی اسرائیل رو توجیه بکنه یا اقدامات نظامی احتمالی اسرائیل رو موجه جلوه بده. عده‌ای از نواندیشان دینی هم بیانیه‌ای صادر کردند در مورد فتوایی که در مورد عرفان داده شده بود. در روزهای قبل، در یکی دو روز قبل یا دوم مهر ماه، مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی فتوایی داده بودند و در مورد صوفیگری گفته بودند که ترویج فرقه زاله صوفیه جایز نیست و حرام است. این روشنفکران با امضای این بیانیه مخالفت کردند با این فتواها. در میان روشنفکران عبدالعلی بازرگان، حسن یوسفی اشکوری، رضا علیجانی و دکتر مهدی ممکن هم دیده می شوند. اما آقای علی زمانیان در یک یادداشت به 8 گناه آموزش و پرورش ایران پرداخته و آموزش و پرورش جمهوری اسلامی رو به نقد کشیده. در قسمتی از این نقد آقای علی زمانیان در مورد هنر در آموزش و پرورش این گونه نوشته شده: هنر صرفاً گذران وقت و سپری کردن ساعاتی از روز نیست. هنر بیهوده زیستن نیست. هنر شیوه مؤثر در تربیت احساسات و توسعه زیبایی‌های درون و پرورش حس زیبا دیدن و زیبا زندگی کردن است. تفسیر معنابخش به جهان و هستی است. هنر آدمی را به خیشتن نزدیک می‌کند و راه‌هایی برای تحمل رنج‌ها در اختیار آدمی می‌نهد. جای خالی هنر در روند آموزش و پرورش عمیقاً احساس می شود. از میان هنرهای مختلف جای خالی موسیقی دلازار است.